سرخط خبرها او از هر دو شهروند افغانستان یک نفر تحت تاثیر فقر قرار دارد طالبان در بلخ شش نفر را به اتهام رابطه نامشروع بازداشت کرده اند شورای امنیت سازمان ملل توریسم در همه اشغال یک تهدید جدی برای امنیت در افغانستان و جهان است شش عضو یک خانواده افغان در اسلام آباد پاکستان اختطاف شده اند. عباس کریمی و دومین مدال نقره پارا المپیک پاریس دست یافت. ادای حقانی افغانستان اکنون منسجم شده است. ارتش پاکستان تعداد بیشتری از افغان ها به تحریک طالبان پاکستان می پیوندند و دیدبان حقوق بشر آلمان با اخراج پناهجیان چشمش را بر بحران در افغانستان می بندند. سلام و وقتتان بخیر با سرویس خبری ساعت 6 از هزار ولت خوش آمدید. مشروع خبرها دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که فقر از هر دو شهروند افغانستان یک نفر آنان را تحت تاثیر قرار داده است. این نهاد امروز پنج شنبه پانزه همه سنبوله با نشر پستی در اکس گفته است که 80 درصد از خانواده ها در افغانستان با هزینه کمتر از یک دلار در روز برای هر عضو خانواده زندگی می کنند. اوچا افسوده است در حالی که تنها چهار ماه از سال 2024 باقی مانده است، برنامه واکنش بشر دوستانه برای افغانستان در این سال تنها 25 درصد از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است. این نهاد افسود است که برای نجات جان انسان ها با حمایت های فوری بیشتری نیاز است. اوچا برای کمک به افراد نیازمند در افغانستان در سال 2024 میلادی 3.6 میلیارد دلار بودجه درخواست کرده بود. این نهاد گفته بود که در سال 2024 میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک های بشر دارند. اما نهادهای های امداد رسان رسیدگی به 17 میلیون نفر را در اولویت قرار دادند. نهادهای امدادرسان پیش از این نیز از بوده بودجه شکایت و از پیامدهای آن بر افراد آسیب پذیر در افغانستان هشدار داده بودند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده است که محتسبان این وزارت شش نفر را در شهر مزار شریف مرکز بلخ با اتهام روابط نامشروع بازداشت کردند. این وزارت امروز پنجشنبه پانزدهم سنبلا با نشر اعلامیهای در ایکس گفته است که این افراد از حوزه های هفتم و هشتم شهر مزار شریف بازداشت شدند وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان افزود است که محتسبان این وزارت شبانه روز در تلاش هستند که افراد درگیر در فساد اخلاقی و روابط نامشروع را بازداشت کنند در اعلامیه این وزارت آمده است که محتسبان این گروه بیش از این نیست در ولایت مختلف افراد زیادی را به اتهام فساد اخلاقی و روابط نامشروع بازداشت کردند این در حالی است که حبت الله آخونزاده رهبر طالبان به تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده است. دفتر حیات معاونیت سازمان ملل متحد یون ما گفته است که این قانون میکانیزم های اجرایی خود سرانه دارد و در آن به محتسبان صلاحیت وسیع اجرایی داده شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز دوشنبه گروه داعش در کابل را محکوم کرده و میگوید که تروریسم در همه اشکال یک تهدید جدی برای امنیت در افغانستان و جهان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه پانزدهم سنبوله با نشر بیانیه تأکید کرد که تروریزم در همه اشکال و مظاهر آن یکی از جدید ترین تهدیدات است در بیانیه ای آمده است که اعضای شورای امنیت بر لزوم پاسخگویی عاملان سازمان دهندگان تمین کنندگان مالی و حامیان این اقدامات و محاکمه آنها تاکید کردند آنها از همه کشورها خواستند که مطابق با تعهدات خود تحت قوانین بین المللی و قطنامه های مربوط شورای امنیت به طور فعال با همه مقام های مربوط در این زمینه همکاری کنند. انفجار پس از چاشت روز دوشنبه هفته روان حین رخصتی کارمندان ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان واکنشهای های گسترده ای را در پی داشته است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد ریچارد بنت دفتر حیات معاونیت سازمان ملل متحد یونما، ایالات متحده ای آمریکا و بریتانیا این حمله را محکوم کرده بودند. منابع در پاکستان میگویند که شش عضو یک خانواده افغان در اسلام آباد پایتخت این کشور توسط افراد ناشناس اختطاف شدند. منابع روز پنجشنبه 15 سنباله گفتند که این افراد شامل پنج کودک و یک زن می شود. در همین حال، یک عضو این خانواده گفته که این ششتن روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی افراد ناشناس اختطاف شدند. او از حکومت پاکستان خواسته است که در پیدا کردن اعضای فامیلش وی را همکاری کرده و اختطاف چیان را بازداشت کنند. حکومت پاکستان تا اکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. گفتنی است که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان شمار زیادی از افغانان به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی آزم کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان شدند. پناهجویان افغان در این کشورها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. عباس کریمی شناگر هزارای افغانستان و عضو تیم پاراشنای ایالات متحده آمریکا در بازی های پارا المپیک پاریس با دومین مدال نقره خود رسیده است. کریمی روز پنجشنبه 15 سنبله با تیم شنای آمریکا در بخش شنای مختلط 200 متر تیمی با نایب قهرمانی دست یافته و برای دومین بار نقره شده است. گفتنی است که در این مسابقه چین، آمریکا و اوکراین با ترتیب به مقامهای اول تا سوم رسیدند. کریمی روز جمعه هفته گذشته نیز در یک بخش دیگر از مسابقات تیمی شنا موفق به کسب مدال نقرهاش شده بود وی فردا شنبه نیز در پنجا متر شنای پروانه و در مسابقات انفرادی با حریفانش در پاراولمپیک پاریس رقابت خواهد کرد سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی طالبان ادعا کرده که افغانستان اکنون منسجم شده است. حقانی این اظهارات را روز چهارشنبه چهارده سنبوله در مراسم گشایش مسجدی در حوزه یازدهم امنیتی زیر اداره این گروه در شهر کابل بیان کرده است. با گفته ی وی طالبان به هیچ کس اجازه نمی دهد که به یک پارچگی به وجود آمده میان غم های کشور صدمه بزنند. او با تاکید بر خودداری از هر نوع اختلاف افسود که کشور پس از سالیان متمادی جنگ و مشکلات اکنون منسجم شده است. حقانی از جنگجویان طالبان در حوزه یازدهم خواسته است که تعامل نیک با مردم را پیش گیرند. این در حالی است که در سه سال گذشته چهره های مطرح سیاسی داخلی و خارجی از ادامه تعصبات قومی طالبان انتقاد کردند. کشورهای جهان نیز همواره بر تشکیل حکومت همه‌شمول و فراگیر توسط طالبان تاکید می و رژیم این گروه را تک قومی انوان کردند. جنرال شریف رئیس روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد که در طول یک ماه گذشته 90 تروریست در عملیات نیروهای ارتش کشته شدند. این مقام پاکستانی همچنین ادعا کرد که تعداد بیشتری از شهروندان افغانستان با تحریک طالبان پاکستان می پیوندند. جنرال شریف رئیس روابط عمومی ارتش پاکستان روز پنجشنبه شنبه پانزه همه سنبله در یک نشست خبری در اسلام آباد تاکید کرد که مبارزه با تروریزم تا از بین بردن آخرین تروریست در این کشور ادامه خواهد یافت. وی اعلام کرد که نیروهای ارتش تا هشت ماه گذشته سی و, هزار و, و, و عملیات اطلاعات محور علیه تروریست ها انجام دادند. او افزود که تنها در ماه گذشته چهار هزار عملیات علیه شبه نظامیان سازماندهی شده است. این مقام نظامی پاکستان بیان کرد که ارتش در این هشت ماه به طور روزانه یکصد و عملیات علیه تروریسم انجام داده که در نتیجه آن یکصد و سه سرباز جان باختند. رئیس روابط عمومی ارتش پاکستان با اشاره به افزایش تسهیلات لوژستیکی و آموزشی گروه های تروریستی در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان گفت که مقامات طالبان نباید تروریست ها را بر دولت پاکستان اولویت دهند. همچنین هشدار داد که گروه های تروریستی و تسهیلات نظامی بجامانده از آمریکا در افغانستان دسترسی پیدا کردند. وی تاکید کرد که پاکستان و طالبان افغانستان در حال مذاکره هستند و تلاش ها برای ایجاد نفرت بین دو ملت برادر پاکستان و افغانستان ناکام خواهد ماند. او یادآور شد که پاکستان همواره در روزهای دشوار از افغانستان حمایت کرده است. دیدبان حقوق بشر در انتقاد از اخراج شماری از پناهجویان افغان از آلمان گفت که این کشور چشم خود را بر روی بحران وضعیت فاجعه بار حقوق بشری افغانستان میبندند. دیدبان حقوق بشر به حکومت آلمان گفت که هیچ کسی در آنجا افغانستان مسئول نیست. بر اساس گزارش های رسانه های آلمانی این کشور روز جمعه نهم سنبوله اخراج پناهجویان مجرم افغان را آغاز کرد. به نقل از یکی از نشریه های آلمان یک پرواز حامل 28 پناهجوی افغان از میدان هوایی لایپیزک به مقصد کابل صورت گرفت. دیدبان حقوق بشر با استناد به مستندات سازمان ملل و برخی از سازمان های دیگر وضعیت حقوق بشری در افغانستان فاجعه بار توصیف کرد. این سازمان گفت که پناهجویان افغان به کشورها باز میگردند که حاکمان آن طالبان مردم را در محضر عام شلاق میزنند و زنان را از عرصه عمومی حذف کردهاند. دیدبان حقوق بشر گفت وضعیت به حدی وخیم است که سازمان ملل گفته است که هیچ کسی نباید به افغانستان بازگردانی در شود. دیدبان حقوق بشر گفت که با اشاره به اظهارات صدر اعظم آلمان مبنی بر اعمال سیاست های مهاجرتی سختتر گفت که باید تا اکنون برای حکومت آلمان مشخص شده باشد که کنار گذاشتن ارزش های بنیادی در بدل دستاوردهای سیاسی کوتاه مدت بلقوه یک استراتژی برنده یا قابل دفاع نیست. این سازمان به کشتارهای فراقانونی ناپدید شدن اجباری و شکنجه در افغانستان اشاره کرد و گفت هیچ کسی آنجا مسئول نیست.